داون به تاریخ یک مارس 2024 با بلادلاین آغاز میشه که رومن رنز قهرمان بیش از 1279 روزه کارمندان که آرمندان سه بار از ساماشاشیان میخواد که تصدیقش کنن اما هر سه بار نمیتونن رضایت رئیس قبیله رو جلب کنن در نتیجه رئیس قبیله به نوعی قهر میکنه و میخواد که بره اما آقا باوشه جلوشو میگیره و بهش میگه نمیتونیم بریم چون قرار اون بیاد پال هیمن راک رو معرفی میکنه و میره تو تبلیغات و بعد تبلیغات رک وارد میشه و میگه مطمئنه که میخواید راک رو هو کنید قبل اینکه راک کلام آسمانی رو براتون تلاوت کنه اون خبر خوبی برای شیر کردن داره راک خبری داره که احتمالا ازش خوشتون میاد و بهش افتخار میکنید ظاهرا گلندل ده مال دورتر از فینیکسه با خب فرض اینکه جوابتون ولست اما یا افراد زیادی از فینیکس امشب اینجان میدونستم چون با جور در میاد راک یکم تحقیق کرد و این چیزیه که متوجه شده این حقیقته که شهر شماره یک تو مصرف کوکاین و شیشه فینیکس آریزونا است این به این معنیه که فاینلی زندگیتون یه معنی پیدا کرده چون که فاینلی شما اشق کاکتوس کرکهد چیزی دارید که ارزش تزریق به رگهاتون رو داره همونطور که نشستید و به عظمت نگاه میکنید Finally the راک has come back to Arizona تماشه چیان راک رو تشویق میکنن و راک میگه گلندل حسش میکنید تماشاچیان میگن آرو راک ادامه میده حسش میکنید چون واقعی و مو به تنه راک سیخ شده راک تو مود خوبیه آقا باوشه قهرمان یونیورسال جیمی و سولو هم تو مود خوبی هرچند که وقتی به سولو نگاه میکنی متوجه نمیشی اما این چهره بشاششه دلیل اینکه تو مود خوبی هم اینه که یه بار دیگه بعد دهه ها پروفشنال رسلینگ باحال شده پروفشنال رسلینگ هیجان انگیز شده و در یک کلام برای یک بار دیگه نیرو بخش هیجان شده به همین دلیل که توی الاباما سالت لک سیتی و توی این لونه ی کراک و پاپکورن تمام بلیت فروخته شدن و به همین دلیلی که پیش پیش بلیت توی تگزاس و منفیس تنسی فروخته شدن چون عظمت اومده بینتون کشتی کج دوباره به خاطر راک رومن رینز و بلاد لاین باحال شده تموشاچیان نام کودی رو فریاد میزنن و راک ادامه میده اما میدانید کی باحال نیست ابرقهرمانتون کودی رودز کودی فکر کردی گولاخی فکر کردی میتونی در گالاته باز کنی و راک رو به چالش بکشی میخوای با The Great وان تک به تک مسابقه بدی اینه حرفت خب از اونجایی که چشم و گوش راک با جواب راک به چالش نه فکر کردی چون میخوای با The گریت وان مسابقه بدی و دستش میاری از این خبرانی نیست اما از بزن چی آچ کودی دنیا میخواد که با راک تک به تک باشه همه میخوان با راک تک به تک باشه میدونی کی بیشتر میخواد با راک تک به تک باشه همه ی خانومای توی این ارینا راک ادامیده میده پیر زنای سلیته کرک هد آروم بگیری چون امکان نداره آماده 22 اینچ بهشت راک باشید این رو بخوایی سانتیمت کنی زب داره دونیمش کن راک دامیده. نه 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 ذهنت کثیفه راک در مورد موسای مقدسش حرف نمیزنه راک در مورد اصله های 22 اینچی حرف میزنه که آویزون شونش میکنه و کودی رو آبکش میکنه اما قرار نیست تک به تک باشه کودی فکر کردی گولاخی رو میتونی با راک روبرو بشی احمق چیزی هستی؟ در حال حاضر بزرگترین مسابقه تو کریرت رو در برابر غالبترین قهرمان تاریخ دبلیو داری بعد اومدی راک رو چلنج میکنی ما رو تو دیدیم و بهش خندیدیم اما ما بیزینسمنیم بنابراین یه پیشنهاد متقابل داریم کودی تو دوست جدیدت ایموجی دلغک متحرک سزرالینز فکر کردید خیلی گول چالنج اینه تو شب اول رسلمنیا بزرگترین مسابقه تکلیم در تاریخ پروفیشنال رسلینگ کودی و در مقابل قهرمان یونیورسال و قهرمان مردم در راک که اگه قبول کنی قرار نیست یه مسابقه تکلیم معمولی باشه چون راک و رومن به صدگی دخلتونو رو میارن اما این چیزی که ما میخوایم انجامش بدیم و بهتون یه فرصت میدیم اگه شما دوتا جبرانی بتونید راک و رومن رینز رو تو شب اول شکست بدید مسابقت تو شب دوم رسلمینی آچ بدون دخالت به خواهد بود نه جیمی نه سولو نه آقا باهوشه و نه راک اما همیشه یه امای وجود داره اگه نه اگه. اما وقتی که راکو رومن رینز تو شب اول زدن در کونه شکریتون تو شب دوم مسابقه سر کارمندت هاچ کدی با قوانین بلاد لاین اجرا خواهد شد و هر اتفاقی ممکنه بیفته شاید راک یه صندلی برداشت و نشست پیش پتمکافی جیمی شد داور مسابقه آقا واوشه وسیله رسوند و هم سولو سرود ملی رو خوند این قوانین لاین یا yeah. میدونم که ایده ای سرود ملی خوندن و سولو باز خیلی خنده دار باشه انجره تلایی برای خودش اما بذارید رای که حرفشو تمام کنه بس به تو مرگیت سرجاتون رو دهنتون رو ببندید یا تو قوانین بلادلاین راک میشینه رو صندلی که تمام شد چند با فریاد زدن اسم سولو حرف راک رو قطع میکنه اما راک دارم میده یا تو قوانین بلادلاین راک میشینه رو صندلی و منتظر فرصت تا تو بپاشونه که قانونی هم است پس باس خوب روش فکر کنی تو اون دلغک سترالینز فکر میکنید بعدی گولاخ هستید که دو نفری بیان وسط و با دو تا از بهترین ها در تاریخ ورزش و سرگرمی روبرو بشید هفته بعد میاید و روبرومون جواب اونو رو میدید و اگه چلنج رو قبول نکنید خوب میدونی که که هرچه در توان داره به کار میگیره تا تو اون تایتل رو نبرید بذار یه دیگه هم بید بگم پانک هیچ مردی اون پشت وجود نداره که بتونه مانع کار راک بشه تو میدونی که جایگاه راک کجاست میدونی که راک توی هیئت مدیر است میدونی که راک مالک همه چیه که این یعنی راک رئیس توه و هیچ مردی اون پشت نیست که بتونه راک رو متوقف کنه نه جنرال منیجر نه اون معاون اجرای تریپلش که به تخم اشکی نیست <applause> آشکا اگه چالش رو نپذیری تماشاشیان حسابی تریپل ایچ رو تشتیم کنن و راک ادامه میده همونطور که راک داشت میگفت اگه چالش رو نپذیری راک و رومن رنز استوری تو به شکل قمنگیزی تمام میکنن هفته بعد توی اسمک داون و منتظر جواب If you رومن رنز جلوی راک رو میگیره و تماشاچیان فریاد میزنن هولی شت رومن میکروفون به دست میشه و میگه یه چیزی از اصل لازم دارم من برای خانوادم هر کاری میکنم اما اینو لازم دارم اگنالج می یا حضرت موسای مقدس راک استادیوم میره رو هوا و راک اینکشو برمیدار و میگه رومن رینز خانواده من من شما رو به عنوان رئیس قبیلم تصدیق میکنم بعد این دو و هم دست میدن و همو بغل میکنن و تماشاچیان فریاد میزنن خود فروخته راک ادامه میده راک چیزی رو برای شما احمقا توضیح میده این خانواده است و ما هر کاری برای خانواده انجام میدیم حالا برید خونهاتون و کراکتون رو بکشید افیو مال راک میکروفون رو میده به رومن و رومن میگه What the bloodline is cooking بعد همه انگوشتاشون رو میگیرن بالا که راک دوباره ال نشون میده که هیمن زیرچشمی به راک نگاه میکنه که راک شستش آروم درست میکنه واو عجب پرومایی بود چند تا نکته باز شد راک قرار نیست فعلا به رومن خیانت کنه تریپل ایچ صد درصد دخالت میکنه و برای مین ایونت شب اول یه حالت پنج تولید میشه اگه چلنج پذیرفته بشه با اینکه جالبه اما خیلی بد کارمند سنگین وزن ضعیف و بی اهمیت نشون داده میشه جدا از این داستان ها توی فرانتز اگه این رو از شبکه فاکس دانلود کرده باشید و دیده باشید پر سانسوره چون یه اولاغی روی کاغذ نوشته بود بمیر راک بمیر که فاکس به خاطر این داستان تصمیم گرفتن با سیاه کردن صفحه سانسور کن. توی مرکز سه جاستین و گریسون رو نشون میدن که انگار دارن مسابقه الیمنیشن چمبر رو میبینن که الی نایت میاد پیششون رو میگه ای جی رو که میگن نه الی برای ای جی سوقاتی آورده بعد رندی میاد اون پشت مشته که این دوتا داشتن صحنه که لوگان با پنج بکس زد تو صورت رندی رو میدیدن و حال میکردن که رندی میاد بالا سرشون رو میخند و از یکیشون میخواد که توی رینگ حاضر بشه تا مسابقه بده که گرسون وال از سنتوره رو میندازه جلو اولین مسابقه شو مسابقه تک به بین تیفانی در مقابل ناومی برگزار میشه که تو این مسابقه ناومی با تنوع رینگ جذاب کار میکنه اما وقتی تیفانی رو به ترن باکل میکونه و میره برای حرکت بعدیش داور مسابقه تو کار ناومی اختلال وجود میاره و باعث میشه تیفانی انگوشش رو بکنه تو چشم ناومی که بعد این اتفاق تیفانی خیلی ساده ناومی رو به پایرینگ سینگ میکونه و پی ام ای میزنه کاور تموم تیفانی موفق میشه یه جورایی با کمک داور مسابقه نامی رو شکست بده دومین مسابقه مسابقه تکتیم این کابوکی واریرز به همراه ای او اسکای در مقابل بیلی و دکای شکل میگیره که تو این مسابقه بیلی در جا کدای کابوکی واریرز میشه داور مسابقه عوض اینکه اول بیلی رو از زیر مشتلقیت کابوکی واریرز نجات داد و بعد دستور خوردن زنگ مسابقه معمولی رو بده همینطوری مثل قیچی بازو بسته میشه و می خوردن بیلی زنگ مسابقه رو به صدا در میار هر حال بیلی کدای خور این دو میشه و اسکا میتونه با کموندن بیلی به داکوتا داکوتا رو از اپرون مندازه پایین در نهایت این مسابقه کوتاه زمانی که کابوکی واریرز میاد تا ترکیبی روی بیلی حرکتی بزنن بیلی میتونه از پس جفتشون بر بیاد و موقعیت تگ رو برای خودش فراهم میکنه که داکوتا کای هم سر جاش حاضر میشه دستش برای تگ دراز میکنه اما وقتی بیلی میاد تگ کنه داکوتا کای دستشو رو تگ نمیکنه بابا داکوتا کایه به بیلی سادلو خیانت میکنه بعد این اتفاق کابوش واریار دو نفری میرزن سر بیلی که بیلی میزنتشون میاد بالا سر داکوتا که داکوتا رو هم میزنه اما زور سه نفر رو بهش میچرب و توی رینگ داکوتا کایه یه چک بلوتوسی میخوابونه زیر گوشش و و اسکای دو زانو میره تو کمرش به این شکل لیدر دمیج کنترل بیلی تا یارانش سرنگون میشه حالا فکرش رو کن توی ها وقتی بلی تنها داره با دمش کنترل سر و کله میزنه ساشا بنکس به دبلیو دبلی برگرد و به داده رفیقش بیلی برسه چه شود؟ توی مکه سیج دمج کنترل رو نشون میدن که نایت همچنان دنبال ای جی میگرده که جید کارگل جورشون سبز میشه نیکالدیس بینشون ظهور میکنه و جید رو با خودش میبره مسابقه برای بران بریکر در مقابل زایان کوین در نظر میگیرن که توی پنج ثانیه بران یه اسپیر میزنه کاور تموم برنده بران بریکر معرفی میشه اعلام میشه که متاسفانه مایکل جونز توی سن 61 سالگی از دنیا رفت. You know او وارد میشن که توی ورودشون یه پسری رو نشون دادن که روی تیشرت نشون بود برا <applause> مسابقه استریت فایتی بین کارلیتو در مقابل اسکور به نمایش میذارن که توی این مسابقه دو کشگیر برای زدن همدیگه از وسایلی مثل صندلی و سطل آشغال استفاده کردن که وقتی کارلیتو جویای حال داد تفل اسکور میشه انجل و هومبرتو سرکلهشون پیدا میشه و میفتن به جون کارلیتو و با تریپل پاور بامپ میان تا کار کنن اما کارلیتو مقاومت میکنه در نتیجه لگادو دل فانتازما تصمیم میگیرن کارلیتو رو به میز پیوند بدن که کروز و والد به دو و با انجل و هومبرتو درگیر میشن اما کاری جز کدای خوردن انجام نمیدن که ریم سریو اصابه دست وارد میشه انجلو هومبرتو ری رو مسخره میکنن و میان سر وقتش اما ری با اصا سپرایزشو میکنه و اسکوبار از ری میخواد که بیاد توی رینگ و حمله میکنه سمتش اما ری جا خالی میده و کارلیتو سیبه تو دهنشو توفی کنه تو صورت اسکوبار رو وکه سبر میزنه اسکوبار تو موقعیت 619 قرار میگیره که انجلو هومبرتو میان اسکوبار رو نجات بدن اما ناموفق ظاهر میشن و 619 ریمستری و اسکوبار تزر فارغ و کارلیتو با یه اسپاین باستر اسکوبا رو به میز پیوند میده و کاور تموم برنده مسابقه کارلیتو معرفی میشه که بعد مچ ال دبلیو جشن پیروزی میگیرن و به این شکل ریم از مصومیت خلاص میشه و به رینگ مسابقات با ماسک یه مقداری عجیب بر میکرد. مچ های هفته بعد به نامش گذاشته داشته میشه و نیو ریپابلیک رو نشون میدن که آویزون نیک شدن و درخواست ریمچ سر کامرمندان تکتیم در رسلمینیا رو میکنن که نیک میگه که با آدام پیرس حرف زد و برای کامرمندان تکتیم پلنی دارن که به زودی اعلام میکن وسط حرف زدن نیک سر و صدای الی به گوش میرسه که نیک میاد پیش الی و میگه داری چیکار میکنی الی میگه دنبال ای جی هم و اگه کسی بدون اون کجاست توی پس بگو کجاست نیک میگه البته که میدونم کجاست و تو رو هم خوب میشناسم و دیدم که چه اتفاقی توی المینیشن چمبر افتاد پس متاسفم اینو از میگم به ای جی گفتم امشب حاضر نباشه که الی برای یه و نشون میکشه که اگه حتی توی خونش هم باشه میره خونش و, و سرویس میکنه او oh, شوین و ونز وارد میشه به شکل ویژه در کنار گزارشگران حاضر میشه و مین ایونتش رو آغاز میشه مسابقه معمولی بین آستین توری و همراه گریسون والر در مقابل راندی اورتون توی این مسابقه راندی شروع به مشبارون کردن آسین میکنه که بعد آپرکات میره تا کمرش رو با میز گزارشگران آشنا کنه اما گریسون اجازه نمیده و اسمش آسین با کموندن راندی به پایه رینگ شر رو عوض کن و کمر رندی رو به میز گزارشگران میکنه بعد سریع میره توی رینگ و عدای رندی رو در میاره میره توی تبلیغات و بعد تبلیغات میبینیم که رندی پهنه رینگ شد و آسین میره رو روی تنهابای رینگ تا حرکتی بزنه اما رندی سریع سرپا میشه میره تا از روی تنهابای رینگ حرکتی بزنه اما پاش سر میخور و سوتی میده ولی آسین توری خیلی زیبا سوتی رو مصملی میکنه رندی دو تا کل اسکوپ پاور میزنه و با یک کل دیگه از رینگ پرتش میکنه بیرون و کمرشو رو به میز گزارشگران میکنه و برش میگردونه به رینگ که گریسون هم همونجا وایستاده بود و رندی برای اینکه گریسون بیکار نباشه میگیرتشو رو یه حالی به کمرش میده که کوین و زغمرگ میشه بعد رندی به رینگ برمیگرد و دیدیتی مخصوص میزن و میره برای آرکیو که اجازه نمیده دوباره رندی رو به گوشه رینگ میکنه بلک سر میزنه کاور رندی کیکاوس میکنه چرا میگم بلک پروفشنال چون تو اجرای حرکت کامل حواسش به کمر رندی بود که آسیب نبینه بعد میره برای ای تیل اما رندی مقاومت میکنه که آسین چاپ بلاک میزنه و با یه ضربه به پای رندی میره تا با یه مشت کار رندی رو تمام کنه اما رندی کیکاوس میکنه آسین برای تغییر رندی میره تا بهش دیتی مخصوص بزنه و رندی اجازه نمیده ولی آسین میره برای دراب کیک مخصوصش که رندی حرکت رو به آرکیو بدل میکنه کابر تموم برنده مسابقه رندی اورتون معرفی میشه که آسین تئوری تو خوردن آرکیو هم حواسش به کمر رندی بود توی این مسابقه از سین تئوری حرفه‌ای بودن خودش رو به رخ میکشه بعد مچ گریسون از پشت برندی حمله میکنه که کوین میفته به جون گریسون و یه تنه از پس گریسون و از سین برمیاد و از سین استانر میزنه که شاید چه سلی میشیم بعد میاد به گریسون هم استانر بزنه اما گریسون اجازه نمیده که رندی با یه آرکیو از گریسون والر پذیرایی میکنه توی پرانتز دقت کنی گریسون هوای کمر رندی رو نداشت آب این شکل شو اسمک داون و اتمام میرسه مرسی که این ویدیو رو دیدی و مرسی از امیرالی و باید حمایت مالی سلام داداش قربون دزیزم باعث افتخارمی در مورد ورسی شوهای سالهای گذشته حوصله میخواد داشت منم دستان ها کم کم بی حسله تر و بی حسله تر دارم میشم با این حال دارم فکر می کنم که چه جوری با چه سبکی در مورد شوهای گذشته ویدیو درست کنم که استقل خوبی هم ازش کنید. از مرسی با حمایت مالی. باتیسا خوبی داداش ساخت ویدیو در مورد مرور کریر یک کشتیگیر اگه بخوام صرف تا صدشو رو خیلی خوب و استاندارد خودم اطلاعات رو در بیارم و اجرا کنم پروسه سنگینیه که روند فعلی کانال رو به هم میزنه مگر اینکه خود کمپانی چه مستندی تولید کنه تا اگه درخواست زیاد باشه براتون انجامش بدم مثل کریر آیرون شخ که براتون ویدیوشو اوکی کردم مرسی مرسی کلی بابت حمایتتون برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymits.com slash the game at rupal6 کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییاتون بشید